من حقوق دریافتی که قشر فرهنگی در حال حاضر دارم به هیچ عنوان هیچ سنخیتی با هزینه های جاری اونها نداره. ما در حال حاضر در سال گذشته البته متوسط حقوق دریافتی معلمان 6 میلیون تومان بوده و در سال گذشته ما خط فقر رو بالای 14 میلیون تومان داشتیم، یعنی بسیار فاصله داشتن با خط فقر. بنابراین قشر زحمتکش و فرهنگی جامعه هم همچون سایر اقشار جامعه در دخل و خرج خودشون با مشکلات بسیاری مواجه هستن و این اتفاق باعث میشه که بسیاری از نیازهای اولیه زندگی خودشون رو فاکتور بگیرن تا حداقل‌های زنده ماندن خودشون رو بتونن پوشش بدن. فقط فرهنگیان هم نیست، اشاره کردم بقیه بخش‌ها هم همین مشکل رو، این مشکل اقتصادی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و افزایش حقوقی که در سال جاری یعنی سال 1401 هم براشون لحاظ شده نه تنها فاصله سال گذشته رو پوشش نمیده، بلکه باعث میشه در سال جاری این فاصله به واسطه تبعاتی که داره، تبعات تورمی که در سایر بخش‌های اقتصادم رخ میده، این فاصله بیشتر و بیشتر بشه و اون شکاف طبقاتی از میلیمتری به کیلومتری داره تبدیل میشه و این میتونه زنگ خطری باشه برای اعتراض و اعتصاب سایر اصناف به جز معلمان. و شاید بتونیم بگیم در سال 1401 بحث اعتراضات مدنی رو معلمان استارت زدن و قاعدتا بقیه بخش‌ها و صنوف هم به اونها خواهند پیوست.